بحث طرح جوانی جمعیت، قوانین سخت جنین و غربالگری از موضوعاتی بوده که این روزها توجه جامعه را به خود جلب کرده. چنین طرحهایی ورود به حریم خصوصی افراد و از سوی دیگر دخالت در امور پزشکی خوانده شده و انتقادهای زیادی را به همراه داشته و حالا اظهارات جدید یک نماینده مجلس در حوزه پزشکی و درمان بار دیگر خبرساز شده و واکنش برانگیز. همکارم نوشین خانی اینجاست تا از جزئیات این موضوع ما بگه. نوشین، از تو بیشتر بشنویم که ماجرا از چه قرار. فرناز، همونطور که تو هم خیلی کوتاه به یکی از اون موردها اشاره کردی، اظهارات برخی مقامات سیاسی اخیراً در مورد اینکه خانم‌ها نباید توسط پزشک مرد مداوا بشن، بازتاب و واکنش گسترده‌ای توی شبکه‌های اجتماعی داشته. من به طور کامل اینجا بهش می‌پردازم همراه واکنش‌ها، اما مهمترین چیزی که کاربرها در این مورد بهش اشاره می‌کنن اینه که هر کسی باید خودش حق انتخاب داشته باشه، یعنی بتونه انتخاب کنه که پزشکش مرد باشه یا زن. بریم یک بخشی از این واکنش‌ها رو با هم مرور کنیم. این روزها بازار اظهارات دولت و مجلس درباره زنان، یا بهتر بگیم علیه زنان، گرمه. یک نماینده مجلس همه مشکلات کشور رو رها کرده و به این مسئله پرداخته که دکتر مرد نباید زنان رو مداوا کنه. از طرفی هم خبرگزاری اصولگرای فارس کارزاری به راه انداخته که پزشکان مرد نباید در بخش زنان و زایمان حضور داشته باشند. رسانه‌های حکومتی سعی می‌کنند تا همه چیز را از نظر جنسیتی و مذهبی و فقهی ببینند و اعتقادی هم به حق انتخاب پزشک برای بیمار ندارند، حالا چه گزینه پزشک زن و چه مرد. این نگاه جنسیت زده رسانه‌های حکومتی البته در فضای مجازی حسابی مورد نقد قرار گرفته. سعید ملکی در واکنش به صحبت‌های محمد پاکمهر نایب رئیس کمیسیون بهداشت نوشته دو کلمه هم از مادر عروس. ملکی میپرسه فکر می‌کنین این دغدغه چند درصد از زنان ایرانه؟ یکی از کاربرها هم با کنایه و با اشاره به پرتاب تلسکوپ به فضا میگه توی یک همچین روزی تو ایران خبر ممنوعیت دکتر مرد در اتاق عمل زنان به گوش میرسه. این کاربر میگه 500 میلیون سال نوری عقبیم. کارمری به اسم احسان میگه شما دارین با جنسیتی کردن بحث پزشکی ناخواسته به درخواست منطقی افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه ها ضربه میزنین. حالا فردی که در اتاق عمل بیهوشه، جراح زن و مرد چه فرقی براش داره؟ مهارت و تخصص مهمه. یکی از کاربرها هم توضیح میده که در یک شیفت کشیش در بیمارستان دانشگاهی 800 تخت خوابی از هر پزشک متخصص مانند بیهوشی، زنان و زایمان، اطفال، داخلی، رادیولوژی و پرستار اتاق عمل فقط یک دکتر در شیفت حضور داره. این کاربر میگه حالا در نظر بگیرین یک شهرستان کوچک رو با امکانات به مراتب کمتر از کلان شهر. بسیاری از کاربرها در کنار اظهار نظر این نماینده مجلس به کارزار خبرگزاری فارس هم اشاره می کنن. کاربری به اسم هدیه نوشته حالا دو روز دیگه یکی می خواد زایمان کنه و پزشک زن ندارن، بهش میگن باید شوهرت، پدرت یا برادرت بیاد امضا کنه که راضی پزشک مرد در اتاق عمل باشه. حالا شما به شرایطی فکر کن که هیچ کدوم از اون افراد نتونن به موقع بیان و خانوم هم در حال اورژانسی باشه. گروهی از شهروندان هم در جایی که فارس این خبر رو منتشر کرده نظراتشون رو با هم به اشتراک گذاشتن. بسیاری از این کاربران مخالف این کارزار هستند و معتقدند که حق انتخاب باید با خود فرد باشه. حمید رضا نوشته تخصص و نجات بیمار اولویت هر کادر درمانه. یکی دیگه از کاربرها هم میگه این ما مردها هستیم که فکر میکنیم این یک چیز عجیب و غریبیه که زایمان توسط یک مرد انجام بشه. اگه تصمیم با خود زن باشه جنسیت براش فرقی نداره. یکی از کاربرها هم خطاب به گروهی که موافق این کارزار هستند میگه به عنوان یک کارشناس درمان توجه به آرامش روحی و روانی بیمار اولین شرط اصول پزشکی و درمان بیماره. شما بهتره در این موارد نظر ندین. و در نهایت هم کاربری نوشت باز هم با جون مردم دارن بازی میکنن. یعنی چی پزشکای مرد اجازه ورود به اتاق عمل زنان رو ندارن؟